بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان بیننده. در خدمتتون هستیم با نشست رمضانی امشب. در نیمه دوم ماه مبارک رمضان هستیم. اگر به پشت سرمون یه نگاهی بندازیم می‌بینیم که چقدر زود گذشت این نیمه اول و وارد نیمه دوم شدیم. یه مقدار از نیمه دوم رو هم گذروندیم و چشم به هم بزنیم این روزهای پرخیر و برکت تمام میشند و ما میمونیم و اعمالی که آیا تونستیم در ماه مبارک رمضان به خوبی جمع کنیم برای آخرتمون یا اینکه نه کوتاهی کردیم. هنوز وقت هست و یادآوری میکنم که یه مقدار این ایام معدودات رو غنیمت بشمارید و حواستون رو جمع کنید که بعد از ماه مبارک رمضان نگید اه کاش که کمکاری نمی کردم. امشب هم در رمضانیه در مورد بخش هایی از سریال عمری که امشب مشاهده کردید صحبت خواهیم کرد. موضوعات خاصی رو از در واقع بعد از وفات رسول الله علیه السلام که در سریال عمر مشاهده کردید برای شما به صورت خاص صحبت خواهیم کرد و فکر کنم مرتبط میشه با جامعه امروزمون و اگر در با برنامه بمونید و موضوعات برنامه رو پیگیری بکنید مطمئناً تاثیر خواهد گذاشت بر زندگی شما انشالله. با دکتر عباد بسیار عزیز و دکتر زیایی که از سمت راست خواهش میکنم. دکتر عباد خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندهم خدمة شما استاد محترم و همچنین جناب آقای دکتر زیاهی و دستندرکاران برنامه و سایر بینندگان عزیز و محترممون عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که در این ایام مبارک اشاره فرمودید طاعات و عبادات همه عزیزان و به خصوص بینندگان عزیز ما مورد قبول حق واقع بشود ان شاء الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحابه اجمعین. من هم السلام در خدمت بینندگان عزیز محترم و شب بخیر میگم به همه بینندگان محترم در این شب مبارک. امیدوارم که وارد بخش سوم این ماه مبارک شدیم یا نزدیک هستیم که وارد بشیم، قدری این شبها رو بدونیم و مد نظر قرار بدیم که لیلة القدر مرتبط با حیات و زندگی فردی نیست که به مناسبت فردی یا شخصیت معینی که شیفته باشه. لیلة القدری پدید اومده باشه، لیلة القدر مرتبط هست با حیات انسانیت و بشریت، نزول قرآن هست و به جای اینکه قرآن رو روی سر بذاریم روی سینه ها بذاریم و ازش استفاده کنیم و این دهه اخیر رو هم در مسیر یادگیری بیشتر مفاهیم قرآنی و پیام الهی قدم برداریم که در آخرت به اون حسرت نمونه. چیزی که توی این قسمت دیدیم در واقع قسمت قبل سریال عمر رسول الله علیه السلام فوت کردن و در این قسمت مشکلات مسلمان ها بود در بعد از وفات رسول الله علیه السلام و در واقع جنگ های مرتبط با کسانی که مرتد شده بودن و معروف هست در تاریخ. نکته‌ای که یه مقدار مسئله تاریخیش رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد در واقع نکات ریزی که این سریال داشت در این قسمت رو بررسی میکنیم. یکی از دوستان چند روز قبل در مورد وفات رسول الله علیه السلام چون تو سریال عمر هم پخش شده بود میگفت که حال امت رو بعد از رسول الله علیه السلام، حال اصحاب رو اصلا نمیتونه کسی درک کنه. در واقع یک راه وحی بسته شده، اصحاب رسول الله علیه السلام خودشون رو در واقع بدون صحاب یک لحظه احساس کردن، کسی نیست که برن ازش سوال کنن و اون حرفی که میزنه وحی باشه و از هوا و هوس خودش صحبت نمیکنه. در واقع انگار در اختیار خودشون گذاشته شده، حالا نمیدونن با این چطوری باید برخورد کنن، به خصوص بعضی از اصحاب. چه کسی بود که این رو جمع میکنه و در واقع شکل میده امت اسلامی رو بعد از رسول الله علیه السلام؟ به نکته ظریف استفاده اشاره کردید و اون این که وفات و ارتحال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید در هر جامعه اگر شما بخواید بهش نگاهی بندازید، هرگاه رهبر و رئیس و بزرگ اون امت یا اون افراد اون جامعه از بین میره، ببینید که اونها دچار چه حال و هوایی میشن، دارای چه مصیبتی براشون در از پیش میاد و این طبیعی است که در هر جامعه رخ میده.
و جامعه اسلامی هم از این مستثنا نبود، بلکه بیشتر و اثراتش خیلی بیشتر از هر جامعه دیگری این مشاهده شد. و علتش هم این بود که طبعا مکانت و رهبری که وجود داشت با نسبت به جامعه دیگه فرق میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود کسی که با آسمان ارتباط داشت، با الله متعال در ارتباط بود، خطاها و اشتباهات رو چی تذکر داده میشد، اصول و اساس عدالت از طریق ایشون پایگذاری میشد، به هر حال هدایت به وسیله اون و ارشادات به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت چی بیان میشد. پس طبیعی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی رهبر جامعه اسلامی اون زمان با رهبر و بزرگ هر جامعه دیگر چی بسیار متفاوت بود، غیر قابل قیاس. اینجا بود به همین عظمت اثراتش هم زیادتر بود و طبیعی است که زیادتر میتونه باشه، خیلی طبیعی هست، زیرا که اون شخصیتی که در این جامعه از دست رفته همچنان که در بیانات اصحاب و در تاریخ ذکر میشه، یعنی چی؟ یعنی انقطاع وحی، همچنان که اشاره فرمودید، یعنی امت رو بدون پدر گذاشتن، یعنی خودش به خاطر چی روپه خودش بیسته. البته نمیگیم که اصولی وجود نداره، اما این که اونها اعتماد کرده باشن بر یک فردی یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و آله، الان این دی وجود نداره. و اینجاست که حال و هوای اصحاب در اون زمان کاملا قابل درک و قابل مشاهده بود که اینا چه هارو تو اونجایی که حضرت عمر براش غیر قابل قبول بود، البته بنا به آیات و استدلالی که داشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم الان از جامعه ما رخت بربستن، وفات کردن، رحلت فرمودن، بلکه قابل قبول نبود برای اونها، قابل اصلا غیر ملموس بود براشون، میتونیم بگیم با وجودی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده بودن. اما حضرت ابوبکر وقتی میاد، به هر حال وقتی مطمئن میشه که به هر حال جام سخن رو رشته سخن رو به دست میگیره و مردم رو ارشاد میکنه بر این اصل. بله، و این است که لیکن این حالت اکثر مردم بود. میدونیم که اصحاب که به هر حال عادت داشتن به رفع اشکالشون از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما اینطور نبود که جامعه اسلامی الان دیگه بگیم بی پدر باشه. اینطور نبود که جامعه اسلامی الان دیگه هیچ اصول قواعدی نداشته باشه که دیگه اینها بگیم که متزلزل باشن، ندونن چه کار کنن و کجا برن و چطوری زندگی خودشون رو ادامه بدن. نه، زیرا که در اسلام اصولی قرار داشت، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ببینید، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتحال پیدا نکردن، وفات نیافتن، مگر این که چی؟ دین کامل شده بود. پس در دین اصول وجود داشت که امت را چکار کنه؟ هدایت خودش رو بگیره. اینجا بود که در هم سریال اگر شما مشاهده کرده بودید، توجه کرده بودید، دیدید که و همچنان بینندگان عزیز ما، حضرت عمر رضی الله تعالی عنها با اون حالتی که داشتن چی فرمودن؟ فرمودن که اما با طبعا ما به مصیبتی گرفتار شدیم، یعنی مصیبتی بر سر ما اومده که دیگه مثل این ما هیچ وقت در طول حیاتمون چیه مشاهده نکرده بودیم، یعنی ارتحال رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه. اما جای شکرش هست که اگر ما به قرآن چنگ بزنیم و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اتحاد و همرأی باشیم، شورا داشته باشیم، یعنی اجماع، یعنی اجماع باشه، ما دیگه گمراه نخواهیم شد، گمراه نخواهیم بود. پس ما اصولی داریم و اساسی داریم که به وسیله اون میخواییم چی حیاتمون رو ادامه بدیم. اینجا بود که پس صحیح بود که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین امت یک نعمت بسیار بزرگی بود، زیر مردم مطمئن بودند دیگه اشکالاتشون از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم برطرف میشه، ارتحالشون اما سبب نشد که امت
دیگه متزلزل متزلزل باشه و هیچ اصولی نداشته باشه و مانند سایر به هر حال یا نیاز داشته باشه که رسول الله صلی الله علیه و آله کسی رو شخصا معین بفرمایند که این راه من میتونه ادامه بده نه کسی دیگه. دکتر زیایی، این اصول ثابت بوده تا بعدها. در ابتدای رحلت رسول الله علیه الصلاه و السلام می‌بینیم که همین اصول و تأکیدی که افراد مثل سیدنا ابوبکر بر این اصول داشتن، حتی همه رو میفرستن به در واقع جنگ‌های مرتدین و به جنگ با مرتدها و قبول نمی‌کنن حتی از یک گذشتن از یک عقال شتر به قول معروف، این ادامه پیدا می‌کنه. اما بعد از در واقع وفات سید عمر، بعد از وفات سید عثمان، می‌بینیم که همین اصول بوده ولی باز هم باعث اختلاف میشه، ولی و الان هم همچنان حالتی وجود داره. یعنی ما این اصول رو در دستمون هست، اما چی میشه که این اصول نمیتونه الان مثل در واقع ابتدای رحلت رسول الله علیه السلام باعث اختلاف نشه و در واقع یک پارچگی رو حفظ کنه؟ در ابتدا با شکل و شیوه از ابوبکر ما رو در واقع آشنا بکنید تا برسیم یک مقدار به جلوتر. مصیبت موت همونطور که تعبیر قرآنی هست، بر حسب شخصیت و افراد و نقش افراد میتونه گستره بیشتری داشته باشه تأثیرش، و به همین صورت خود در ذات خود فاجعه بین عموم و بین خواص. در این میان نکته مهمی که وجود داره اینه که یک نوع توازن بسیار زیبایی رو انسان احساس میکنه در زندگی صحابه، که از جهتی شخصیت نبی، مقام نبوت، تأثیر نبی، جایگاش در اعماق قلبشون به معنای صحیح و به معنای حقیقی جا گرفته است، که به مجرد از دست دادن نبی رعشه و لرزه‌ای که به تنشون میفته از یک احساس صادق و یک شناخت کاملی برخوردار هست، سرچشمه میگیره. یک این یک بعد است. بعد دوم همون بحثی است که شما اشاره فرمودید، بعد باز در این حال برخورد متناسب و سنجیده با این فاجعه. ما در بحران ها یکی از مهمترین نکته ای که در بحران، در هر بحرانی حائز اهمیت هست، بحث مدیریت بحران هست. بحران طبیعی در زندگی پدید میاد، هر نوع بحرانی در هر محیطی، در هر فضای، فضای کاری میخواد باشه، فضای اجتماعی میخواد باشه، فضای خانواده، باشه، فضای سیاسی باشه، وجود بحران طبیعی هست. وجود احساسات مختلف در هنگام بحران هم طبیعی هست. مدیریت بحران خیلی موضوع مهمی هست. مدیریت بحران در اینجا نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه، در اینکه این بحران به طور معکوس نتونه اثرگذار باشه، بلکه برعکس بحران جهت بده، بلکه برعکس بحران زمینه‌های رشد رو فراهم کنه. خیلی از بحران‌ها اینطوری از ظاهرش بحران است، ولی در مصیبت‌ها کلاً در تفسیر دینی ما ظاهرش تلخ است ولی نتایجش شیرین است. مدیریت بحران رو می‌بینیم ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر عهده می‌گیره با یک کلمه بسیار جامع و معنی که از قرآن کریم با یک استدلال خیلی ساده، و محمد رسول قد خلت من قبل رسول اف ان مات و قتل انقلبتم اعقابكم. اوج اون احساساتی که دست داود و حضرت عمر رضی الله عنه در اوج احساسات طبیعی در این بحران سخن گفتن و گفتن، هر کسی بگه پیامبر فوت کردن من با شمشیر میزنمشون، در اینجای بحران رو ببینیم که سنجیدگی حضرت ابوبکر صدیق کنترل میکنه و یک نوع برابری و توازنی رو در جو ایجاد میکنه. شاید این اون بعدها توی نسلهای بعد حتی های مدیریت بحران نبوده. الان بس اینجاست، که این افراد و این نسل تربیت شده منهج نبوت بودن. اینجا خیلی مهم است، یعنی تربیت شده منهج نبوتی که از جهتی اون فهم و شناخت و احساس پاک رو در افراد پدید آورد نسبت به حقیقت ها. عاطفه هست، محبت هست، عشق هست، علاقه هست، رابطه هست، صمیمیت هست، تمام اون چی باید باشه. محبت در اوج خودش ما یونو حد کو حتا اكون احب الیه من مالی و ولدی و الناس اجمعین.
هیچ که دوباره شما اهل ایمان نمیارید مگر اینکه من از خودش، از مالش، از جانش، از خود، از هر چی داره به ارزنتر باشن، که میبینیم که مستاقش رو صحابه عملی میکنن. این یک بخش تربیت نبوی هست. بخش دوم تربیت نبوی باز همین بحث ادامه دادن سنجیده مسیر هست، که بدونن وظیفهشون در هر حالی چی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام غزوات نمی‌رفتن، غزوات جزء اون صحنه‌ای بود پیامبر بودن. ما سرایا داریم، سریه داریم که پیامبر در حضور نداشتن. چرا حضور نداشتن؟ حضور داشتن با هدف، حضور نداشتن با هدف. پیامبر صلی الله علیه و سلم از شهر می‌رفتن بیرون، به جای خودشون افراد مختلف رو می‌ذاشتن. حالا یک بار اگر تلی گذاشتن 10 بارم افراد دیگر گذاشتن. منظور صحابه مختلف رو به جای خودشون میذاشتن تا اینکه تربیتی صورت بگیره که همشون مسئولیت پذیر باشن، همشون بتونن وظایف اجتماعی خودشون رو عملا تجربه بکنن. این خیلی نکته مهمی هست. عملا پیامبر صلی الله علیه و آله تربیت کرده بودن یک نسلی رو. این نسل تربیت شده که بارشون تقریبا در طول این دو دههی که بعد از وفات پیامبر ادامه پیدا کرد، این کبار وجود داشتن. بعد رسید نسل بعدی که فرزندان اینها بودن، که مقداری اثرات تربیت نبوی ضعیف شده، به طور طبیعی هم با ضعف تربیت نبوی، یعنی اثرات چون نسل رفت نسل بعدی میاد، خب به طور طبیعی ثمره کار هم ضعیفتر به ظاهر میشه. یه نکته اینجا بهش اشاره شد، فکر می‌کنم خیلی نکته مهمیه، که در واقع اصحاب رسول الله علیه السلام درجات داشتن، چه توی ایمانشون، چه توی قدرت کنترل جامعه، چه توی قدرت کنترل بحرانشون، تماما درجات بودن و هیچ کدوم در واقع مثل هم نبودن. اگر در یک در واقع مسئله حضرت علی قوی ترین بوده، در یک مسئله از ابوبکر قوی ترین بوده، در یک مسئله از عمر قوی ترین بوده، و فکر می‌کنم مشخصا در مدیریت بحران حضرت ابوبکر قوی ترینشون بوده، که تونسته بعد از وفات رسول الله علیه السلام مدیریت بحران کنه. نکته‌ای که توی سریال هم بهش اشاره شد و حتی از زبان سیدنا عمر هم بازیگر گفت این رو، که ما معصوم نیستیم. طبعا در واقع موقف حضرت عمر رضی الله عنه بعد از وفات رسول الله علیه السلام به خاطر اون ناراحتی و غمی که توی مصیبت داشتن اشتباه بوده. بله. شکی توی این قضیه نیست و خودش هم بلافاصله عنوان میکنه ما معصوم نیستیم، هیچ کدوم از ما معصوم نیستیم، هممون گناه میکنیم، هممون اشتباه میکنیم و من هم اشتباه کردم توی در واقع چیزی که دیروز گفتم. این معصوم نبودن بزرگان دینی رو اگر ما بخوایم، ما توی بخصوص توی ایران خودمون بندازیم برای مردم، که مردم بفهمن تمام بزرگان دینی غیر از رسول الله علیه السلام حتی توی امور دینی هم امکان داره اشتباه کنن، چطور میتونیم این رو بفهمونیم؟ حالا شاید در مورد خیلی از اصحاب کلن حل شده است که در واقع درجهشون پایین تر از اصحاب رسول الله علیه السلام، اما تو بعضی از اصحاب واقعا فهم میگونن همه معصومن و چطور میتونیم به یک بیننده که قرآن اعتقاد داره و مسلمون هست اما اعتقاد داره بسیار از صحابه و احتمام اهل بیت معصوم هستن، بقبولونیم که اینها بشر بودن مثل بقیه؟ ببینید، من فکر میکنم که اول میبایستی فهمید که معصوم بودن یعنی چه و برای کجاها لازم هست که باشه. معصوم یعنی این که در امور قانونگذاری که میخواد یک امت از اون تبعیت کنه، این هوا و هوس درش دخیل نباشه، درش خطا نباشه، زیرا که افرادایی که به اون اقتدا میکنن دیگه میخوان به هر حال مثمر ثمر باشه براشون و میخواد به سعادت ابدیت برسن. به هر حال اینجاست که عصمت در اینجا برای اون قانونگذاری است که در اصل میخواد قانون الهی رو چیکار کنه؟ وضع کنه و برسونه به مردم. برسونه، بله، وضع کنه که مردم از اون تبعیت کنن، آخه بله، برسونه بر اون زمان که هستن و دیگه ازش تبعیت بشه. ببینید، اگر ما معنای عصمت رو به این صورت بدونیم و بفهمیم که این به این صورت هست، دیگه میبینیم که وقتی که آیه قرآن نازل شد، همون آیه که تلاوت شد قبل از این، الیوم اکملت لکم دینکم، بله، و دینتون کامل شده، دیگه ضرورتی ایجاب نمی کنه که عصمت باشه برای دیگران. بله.
متوجه شدین؟ پس عصمت در اصل در نبوت هست و برای پیامبران هست، دارن اینا قوانین رو پایه‌ریزی میکنن که امت این را مورد به هر حال طبق این عمل کنه و بر آن بر اساس اون میخواد چه کنه؟ به سعادت ابدیت برسه، اطمینان کنه. پس اشخاصی که دارن از اون چیزی که وضع شده، از اون قانونی که به صورت قانون در اومده عملی کنن، دیگه عصمت اینا براشون معنا نداره. متوجه هستین؟ ما عصمت رو حالا چرا بعضی افراد عصمت رو توسعه دادن و به افراد نسبت دادن؟ بله، اینجاست که من فکر کنم این برمیگرده به متاسفانه اون برداشت بعضی افراد و حالت تقدیسی که نسبت بعضی از افراد در پیش خودشون دارن و به وجود میارن، این رو سبب میشه که زیاده روی بشه از اون رو، حتی در بعضی از افراد اون رو از رتبه بشریت. بله، از رتبه بشریت اون رو چیکار کنن؟ خارج کنن. اینجاست که اونها براشون خیلی گرون تموم میشه که مثلا بگن حضرت عمر به عنوان مثال اینجا اشتباه کرد، یا حضرت ابوبکر اینجا اشتباه کرد، یا حضرت علی دچار خطا شد در اینجا. چرا؟ زیرا که در مرحله از تقدیس اونها رو به این مرحله رسوندن که دیگه اونها برای اینکه بگم فهم خودشون رو به کرسی بنشانن، اینا مجبورن که از این اصطلاح استفاده کنن، اصطلاح عصمت، که اینا معصومن. در صورتی که عصمت میبایستی طبعا چنانچه گفته شد از برای در نبوت هست و برای پیامبران، نه برای دیگران. بله، شما فکر میکنید علت این که چه سودی برای اینها داره، این تقدیسی که در واقع دکتر عباد گفتن، چه سودی برای کسانی داره که اینها رو مقدس ساختن؟ من برای این که جبهه گیری نشه، من مثلا مثال رو امام عبدالقادر گیلانی میزنم. امام عبدالقادر گیلانی که بیشترین در واقع منسوب به اهل سنت هستن، یا اهل سنت هستن کسانی که در واقع ایشون رو از بشریت بالاتر میبرن، یا تمام کسایی که دیگه ما میشناسیم اهل بیت رسول الله علیه السلام که تو ایران معروف ترن، چه سودی برای پیروانشون داره که اینها معصوم باشن؟ من معتقدم که اهل سنت و جماعت در تفکرشون مفهوم عصمت با تفسیر و تأویل یا تعریفی که ازش در بین بقیه مذاهب از جمله تشیع رواج داره اساساً وجود نداره. بله، به این معنا که موضوع عصمت به عنوان یه موضوع هیچ گونه توجیه و هیچ گونه ضرورتی در طرح فکر و اندیشه در بین اهل سنت براش پایه و اساسی در واقع همون چیزی که دکتر عباد هم گفتن. بله، من میخوام نکته رو در اینجا تاکید کنم، اضافه کنم بره. و اون این هست که اهل سنت و جماعت به طور طبیعی همون خط سیر نبوت که بر اساس یه منهج الهی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم القا شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیر نظر وحی این پیام القا شده رو به مخاطبین انتقال دادن و شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یک شخصیت نمونه معرفی شد و زیر نظر وحی و با کنترل وحی اگر لغزشی هم صورت گرفت تصحیح شد، این تعریف در ذات خودش، یعنی این روند به طور طبیعی در کنارش حیاتی رو داشت و اون حیات صحابه بود. حیات صحابه‌ای که در کنار پیامبر زندگی رو داشتن در همون راستای تکامل سپری میکردن، با این اختلاف که وحی فقط پیامبر میومد، به اینها وحی نمیومد، خطاهای اونها از طریق وحی به پیامبر تسهیم میشد و پیامبر صلی الله علیه و آله اطلاع میدادن، در صورتی که اگر لغزشی از پیامبر صورت میگرفت خود پیامبر خودشون فقط از طریق وحی بهشون مستقیم میرسید، یعنی به طور صحابه غیر مستقیم بود و اینا مستقیم بود. این یک برداشت و یک واقعیتی بود که 30 سال زندگی صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله 20 سال و بعد از اون هم 20 سال بعد 40 سال به طور طبیعی یک خط سیر رو داشت.
الان میاد اون چیزی که مطرح میشه اینه که یک جریانی میخواد خودش رو وارد صحنه بکنه به طور مستقل و خودش رو به عنوان یک جریان ادامه دهنده نبوت جلوه بده و نه بلکه ادامه دهنده نبوت بلکه فراتر و برتر از جریان موجود جلوه بده. خود به خود باید یک مفاهیم جدیدی رو اضافه بکنه تا توجیهی برای وجود خودش داشته باشه. مفاهیم جدیدی که ارائه میده تنها چیزی که میتونه ارائه بده این هست که شخصیت هایی رو که مطرح میکنه باید اونا رو فرابشری القا بکنه که ما اون چیزی که داریم فرابشرن و اون چیزی که شما دارید و ادعا میکنید اونها بشرای ساده عادی بودن که خطا در زندگیشون مکرر صورت گرفته. در واقع اون چیزی که در واقع از صحبت های استاد عباد و استاد زهی برداشت شد این که در واقع اون چیزی که اسلام میگه دین با پایان نبوت رسول الله علیه الصلاه و السلام کامل شده و اصلا اهل سنت دیگه نیازی نمیبینه که بعد از اون اشخاصی باشن که بخوان دین رو به ما برسونن و اضافه بر اون دینی که رسول الله علیه الصلاه و السلام ما رسیده، پس نیازی نیست که اصلا اشخاص معصوم وجود داشته باشه، یعنی چیزی به اون اضافه کنه، اضافه در اصل نگی برسونه. چون الان در بین اهل سنت بعضی از اهل سنت وجود داره، در واقع یک نوع تاثر از اهل بدعت هست. اهل سنت خودشون این تفکر داره، هیچ فکری شما مثال زدید شیخ عبدالقادر جیلانی، خب این چون از خودش که اینشین چیزی صادر نشده، از ائمه ما هیچ که احدی این ادعا رو نکرده، هیچ کدوم از محدثین و فقهای اهل سنت اینشین ادعای رو برای کسی نکردن، ولی پیروان گرد دچار غلو میشن. این غلو خب برخواسته از نادانی و جهلی هست که و تعصب کوری هست که در خیلی ها میتونه بدون طور ناخواسته ظاهر بشه که این تعامل با شخصیت ها هست که فکر میکنید که یا فکر میشه که اونها معصوم ها، در صورتی که اسمت معصوم، اسمت بعید و دور هست از هر انسانی به جز از انبیا. این نکته مهمی که در این باب باید بهش توجه داشت این هست که وقتی که ما در منهج اهل سنت و جماعت چیزی رو به عنوان اسمت غیر از انبیا نمیدونیم، و اسمت انبیا هم اسمت ذاتی نیست، اسمت یعنی که زیر نظر وحی هستن، یعنی اینکه کنترل زیر نظر وحی میشن، زندگی شخصی اونها هم اگر فرزند سکوتی هم باشه تایید شده وحی در واقع است. بله، در واقع الله متعال به ما این اطمینان رو میده که اون چیزی که داره به شما گفته میشه دقیقاً همون چیزی که من مد نظر و اون چیزی که ایشون انجام میده اگرچه اجتهاد شخصیش هست ولی درسته. بله، من تاییدش میکنم. من حتی توی اهل سنت میبینیم کسانی که خود دکتر عباد، یعنی ما توی برنامه‌های فتاوامون، خب دکتر عباد به عنوان در واقع میشه گفت شافعی مذهب هستن، اگر بشه گفت، حالا در واقع بیشتر فتوای شافعی رو میدن، ولی حتی توی برنامه‌های زنده میبینیم که میگن خب این فتوای امام شافعی، اما فتوای ارجح این فتوا از فلان امام هست، از فلان بزرگ هست، یا از حدیث صحیح که گرفته میشه. یعنی حتی در واقع گرچه پدران در واقع شافعی مذهب بودن، ولی هیچ تعصبی روی امام شافعی نیست و همطور احناف هیچ تعصبی روی امام اصلی محن. موضوع در اینجاست، اهل سنت کلا، ائمه اهل سنت همشون ازشون ثابت هست که در صحیح الحدیث و هو مذهبی. بله، حدیث صحیح شد و مذهب و مسیح و نظر من هم اون هست. یک نکته خیلی مهمی که امروز ما در مجامع اهل سنت داریم، خیلی چیز جالبی هست، اینه که ما در هر کشوری مجامع فقهی داریم. بله، و مجامع فقهی عبارتند از مجموعی از علما که با تبادل نظر و تبادل استنباط نتایج فقهی رو در میارن، نه اینکه فرد معینی به عنوان مرجع فقهی باشه. بله، یا مرجع تقلید باشه برای اهل سنت. بله، از نیم ساعت برنامه در واقع گذاشتیم، بعد از نیم ساعت تماس ها رو وصل میکنیم، انشاءالله که دوستان تماس ها رو وصل کنن، از الان میتونن بینندگان عزیز تماس بگیرن و به برنامه انشاءالله وصل میشن. شماره ها زیرنویس شده، دوستان اولین تماس رو لطفا وصل کنید. آقا موسی عزیز از مشهد، آقا موسی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام، در خدمتون هستیم، بفرمایید. چند تا سوال داشتم. خواهش میکنم آقا موسی بفرمایید. یکی مثلا شبای قدر مثلا دارن شیعیا به مسجد قرآن به سر میذارن، بله، این درسته یا نه؟ این یک سوالم. سوال دوم، چرا خلفای راشدین به مدینه هم ولی حضرت علی به عراق آمده قبر عراقه، بعد امام حسن هم به مدینه از قبرش؟ بله، انشالله به جفت سوالاتون انشالله پاسخ میدیم. خیلی متشکرم از تماستون برادر عزیز آقا موسی، سوالاتون رو یادداشت کردم. بیننده بعدی لطفا.
آقا علی. آقای رضایی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. سلام دارم آقای موکل. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم آقا، ما پدونم در شبکه نور چون نیشه از برنامه نظر لطفتونه، خیلی لطف میکنن که تماس میگیرد و برنامه بنده باشید. متشکرم، امیدوارم که از ما به سطوح نهید. نه خواهش میکنم، ما خیلی خوشحال میشیم با تماس های شما و سایر عزیزان. در خدمت شما. خیرتون بره. معذرتون بگم که خب مطالب که زیاد بیان فرمودید، ما هم که بیش از یه نکته رو نمیتونیم صحبت کنیم، وقتی نمیمونه. اما اینکه الان برادران بسید فرمودید که اسمت برای غیر انبیا معنایی ندارد، من به نظرم میرسید که قرآن افاده میکنه که چرا برای وصی انبیا هم معنا دارد. چون اگر ما اسمت را برای انبیا یه قسمت رسا این رو در نظر بگیریم که چون مقام اسمت دارن خدای عالم اجازه میدهد در تصرفات، همون تصرفی که حضرت سلیمان خودش میتواند بکند و فرمود چیه این کار رو بکند، وقتی خبر آورد هدهد که این قصه بلقیس و اون قضیه رو آورد از جناب عاصف بن برخیا، همون چیز که همون ترس و خشون آورد، عفریت اعلام وجود کرد و جن اعلام وجود کرد. حضرت سلیمان اصلا اعتنایی نکرد اونها، چون کار خدایی باید به دست مرد خدایی بشه، کار الهی به دست مرد الهی، و چون این مربوط میشد به دین خدا و شریعت اسلام و گسترش اسلام، چون اون طرف مانع بود حضرت سلیمان ای بود که این دین رو گسترش بده. قرآن کریم میفرماد نعم العبد حضرت سلیمان را، و این بهترین عبد اولا که حالا که این هدهد خبر آورد نگو خدای خودت این دفعه آفت کن و به وسیش مراجعه کرد و وسیش هم این کار رو کرد، و این اگر مقام اسمت نداشت نمیتونه چنین تصرفی کنه. یعنی منظور شما، چون من متوجه نمیشم، فکر کنم بینندگانم متوجه نمیشن، اساتیدم متوجه نشدن، من الان شما دارید هدهد رو معصوم میکنید، یعنی میگید که هدهد هم معصوم بوده چون میخواسته یک امر الهی رو برسونه. نه نه بلقیس هدهد، من نگفتم معصوم بوده، میگه وصی حضرت سلیمان. اینجا کی بود تو این داستان شما؟ اون چه که ما شنیدیم در اخبار را عاصف بن برخیا بوده است. کی؟ خود در قرآن کجا هست؟ شما از قرآن من میپرسم حالا از اساتید سوالتون رو فکر نمی کنم کسی متوجه شده باشه. شما ابتدا از قرآن گفتید ولی نمیدونم از کجا بقیه مطالب رو آوردید، یعنی شما اصل ماجرا رو گفتید توی قرآن همونطوری که قرآن میگه و بعد یک چیزی از سر خودتون یعنی اضافه کردید به این موضوع، وصی قرار دادید برای سلیمان، این وصی رو هم کردید معصوم که بخواید بگید بعد از پیامبر معصوم بشه. بذارید اون چیزی که جوابی که اساتید دادن یا فرمایش اساتید رو من بهتون بگم و ببینم نظر شما چیه. خیلی منطقی فکر میکنم. استاد عباد و استاد ضیایی هر دوشون گفتن که بعد از رسول الله علیه السلام و بعد از اینکه دین الله متعال کامل شده، هیچ نیازی وجود نداشته به اینکه چیزی به این دین اضافه بشه، و برای اضافه شدن به این دین اون شخصی که میخواد اضافه بکنه به دین اسلام معصوم باشه و اشتباهی نکنه. یعنی برای ابلاغ وقتی تموم شد، وقتی رسول الله علیه السلام فوت کردن و باب وحی بسته شد بر بشر، هیچ نیازی نیست که به این در واقع دین اضافه بشه. پس نیازی نیست که افرادی باشن که معصوم باشن و اشتباه نکنن که بخوان اضافه بکنن، در واقع وحی بهشون بیاد و اونا اشتباه نکنن و ما هم اشتباهی رو متوجه نشیم، چون دین کامل شده. با این منطق به نظر شما منطقی نیست یا مخالف هستید؟ من این رو عرض میکنم که اولا که شما بفرمایید که بعد از اینکه دین اکمال کامل شد دیگه اسمت معنایی ندارد، مخصوصا اگر کسی را بعد رسول خدا متصور بشویم که بعد رسول خدا باشد و مقام اسمت داشته باشه که به دین کم کند یا اضافه کند. قبلش هم که دین کامل نشده باشد، معصوم هم که باشد، نه به دین میتوند اضافه کند نه میتوند کم کند. بله، چون مشرعی که نیستن. پس چرا پس معصوم باشه؟ این سال دقیقا همینجاست، چرا معصوم باشه؟ یعنی دقیقا دکتر زیب همین رو گفتن اگر دین کامل شده، و شما هم فهم کنم قبول دارید که دین کامل شده، دیگه خیلی آیه واضح قرآنه، دین کامل شده و کسی هم نیاز نیست نه کم کنه نه زیاد کنه به این دین، پس چرا معصوم باشه؟ چه نیازی هست معصوم باشه؟ به همون دلیل که قبلش هم که قرار داشت که بیاد اضافه کنه، شما لااقل میگید پیامبر در مقام تبلیغ معصوم است،
به همان دلیل که قبلش که کامل نشده و عصمت برای رسول خدا را خدای عالم فرمان هست برای مقام عصمت را هست. حالا ما میگیم همیشه معصوم است، اون زمان نه، فقط در زمانی که در مقام خب الان درسته دیگه، رسول الله علیه الصلاه و السلام معصوم هستن به دلیل اینکه نیاز وحی به ما برسونن. حالا چه نیازی است بقیه معصوم باشن؟ این به کجا اولا که قرآن میفرماد که این شریعت دنباله دارد، چون انما انت منذر و لكل قوم هاد. بهتون پاسخ میدیم آقای رضایی عزیز، فکر کنم خیلی طول نشد. استاد فرمان میاد اونجا نبوت ختم شده، این رسول با عصمت میدید و میبیند. بله بهتون، اگر نداشت مقام عصمت رو که نمیتونه ان شاء الله، چون استاد فرمان میگن خیلی ها پشت خط هستن و باید با شما خدافظی کنیم، بهتون پاسخ داده میشه. نمیدونم آیا منظور شما اینه که هر قومی هادی دارن، منظورش اینه که نبوت تمام نشده، یا اینکه به هر دلیل دیگه. ما دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این اجازه داشته باشیم از طرف استاد فرمان که ادامه بدیم و اساتید پاسخ میدن، من دیگه چیزی نمیگم. ممنون. خواهش میکنم. آقای علی از ایران بفرمایید. خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. آقای علی لطفا یه بار دیگه تماس بگیرید، چون صداتون خیلی قطع وصل میشه. آقای محسن از ایران بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم جناب آقای موحد و استاد ضیایی. سلام و رحمت الله. به استاد میگم دین که کامل شده و رسول خدا هم فرمودن کتاب و سنت و پیامبر هم که از طریق صحابه به ما رسیده، پس ما چه نیازی داریم به این که به ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب بدون هیچ شک و شبهه‌ای در کلام اینها متمسک بشیم؟ و اگر سنت کاملا به ما رسیده و هیچ تحریف و اشتباهی در اون نیست، چرا اینقدر سنت بین صحابه و اطراف اختلاف زیاد داره تا جایی که هیچ وجه مشترک بینش نیست و امر رسول خدا هم به تمسک به کتاب و حدیث لغو میشه؟ چون سنت کاملا از صحابه به ما رسیده و ما هیچ نیازی به اطراف نداشتیم. اما شیعه میگه که سنتی که از طریق صحابه. من سوال اولتون رو گرفتم، اجازه بدید من سوالتون رو بگیرم آقای دوست عزیز. من اجازه بدید سوالتون بگیرم آقا محسن. سوال اولتون این بود که چرا بعضی از علما مثل ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که شما گفتید بدون چون و چرا ازشون گرفته میشه؟ من فکر نمی کنم توی این کره خاکی به بزرگی یک نفر باشه که ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب رو هرچی بگه قبول بکنه و بدون چون و چرا ازشون بگیر. ما توی همین برنامه های خودمون بسیار از تماس های شما زنگ زدن و گفتیم خب امام ابن تیمیه یا امام محمد ابن عبدالوهاب، امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام احمد توی اینجا اشتباه کردن و خیلی طبیعی اشتباه کردن علما. یعنی ما هیچ گونه اسمتی برایش از قائل نیستیم. نمیدونم شما، آیا شما کسی رو میشناسید که بی چون و چرا از کسی در واقع مطلبی رو بگیره، چیزی که شما فرمودید؟ چون ما اینطوری نیستیم، اهل سنت اینطوری نیست. بله بله. الان ببینید در کتاب صحیح بخاری حضرت محمد ابن عبدالوهاب شاخ شیطان نجدی میخونند. بعد شما تو صحیح بخاری محمد ابن عبدالوهاب تو صحیح بخاری محمد ابن عبدالوهاب صحیح بخاری ابن عمر نقل میکنه روایتی از پیامبر که حضرت دعا کردن خدا برکت بده به ما در شام و یمن، و ابن عمر گفتش که نجد رو هم بفرمایید، فرمودن نه، از نجد شاخ شیطان طلوع خروج خواهد کرد. بهتون پاسخ میدیم، فکر میکنم خیلی مسخره است. یعنی هر بیننده متوجه میشه که شما چه چیز بی ربطی دارید میگید. یعنی چه ربطی حدیث رسول الله علیه السلام داره به قرنها بعدش که زمان محمد ابن عبدالوهاب باشه؟ فکر نمی‌کنم. بهتون پاسخ میدن اساتید. خیلی تشکر میکنم، سوالتون یادداشت کردیم. آقای علی بفرمایید. خواهش میکنم. علی سلام مجدد خدمت شما و همچنین کاشناسان و همچنین بینندگان عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. آقای عزیز من خیلی سعی من سه نکته خیلی کوتاه سه تا سوال خیلی کوتاه میپرسم بعد از گیرنده جواب نمیشتم. یکی که آقای محمد عزیز پیامبر گرامی سلام فرمود این سوال رو کنید که متکلمات کتاب بلا و عزت اهل بیت پیامبر دیگه بعد از من کتاب و عزت من جای شیر من هستم شما میگید شما سوال یا پیامبر سوال دوم پیامبر بارها فرمود به مولا علی علیه السلام به بقاء اقوام لا یبدونها لکه ایتا بعضی دینه های در دینه این قوم هست که بعد از من در تو آشکار میکردن. و سال سوم
چرا وقتی که گفتی دو تا سوال میپرسید، من سوال اولتون رو نوشتم، سوال دومتون رو متوجه نشدم. رسول الله علیه الصلاه و السلام چی میفرمایند در مورد حضرت علی که بهتون جواب بدیم؟ پیامبر گرامی اسلام سر بارها به مولا علی السلام فرمود که زخا ان دور و نقوا لا تبدون حاجک الا بعدی. متوجه میشید؟ من متوجه نمیشم چی دارید میگید. دیگه کینه هایی در قوم هست که بعد از من در شما آشکار میگردد. چیزهایی در قوم هست که بعد از من در شما آشکار میگردد. کینه هایی در سینه این قوم هست. کینه هایی در سینه این قوم هست که بعد از من در شما آشکار میگردد. یعنی در... یعنی شما در واقع کینه دارید نسبت به این قوم. این قوم چه کسانی هست؟ سال سوم هم از کجا آوردی این حدیث رو؟ گفتی دو تا سال دیگه، سال دومتون رو بپرسید درست؟ از کجا آوردی این حدیث رو؟ من سال دومتون رو بپرسید دقیقا از کجا آوردید این حدیث رو؟ اینو در مجموع زهاد هیثمی آورده که پیامبر میگه بعد از من آقایی در تو آشکار کردن که بهتون پاسخ بدم. سوال سومتون هم سریع بپرسید لطفا. مطاعی معید یه درست رو اجازه بدید بفرم. چرا وقتی شما به قاتل خلفا میرسید اونا رو مجوسی اعلام میکنید، ولی وقتی به ابن مجرم مراجعه میرسید آقای ابن عبد میگه بله؟ ما بهتون پاسخ دادیم این حرف رو، پاسخ دادیم یادم دقیقا یا به شما یکی از دوستان شما تماس گرفتن و بهشون پاسخ دادیم. دو تا سوال براتون بسه. تماس بعدی رو بدید تا فرمان. آقای حمید از کرمان پشت خط هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. بعدش اتاق فرمان دیگه نگیرید فعلا. علیکم السلام، بفرمایید آقای حمید. خدمت شما و عزیزان سلام و شب بخیر آقای موحد. علیکم السلام. شما هم همین چیزی بود شب به روایت شیعه شب یک از جفای سگانی تر من روایت میخواستم بدم از کتب اهل سنت با سند صحیح در مورد مسئله که پرده گرفته میشه به شیعه، اون هم بحث گرفتن مصحف بر سر هست، گذاشتن قرآن بر سر. روایت صحیح هست در کتابهای شما که حضرت علی علیه السلام در موقع دعا قرآن رو بر سر میگذاشتند و دعا میکردند. بله. چرا شما از این عملی که حضرت علی علیه السلام روایت صحیحتون از کجا آوردید؟ روایت در چندین کتاب اومده از اون دستگر در کجا؟ سرزون دارم بفهم از اون دستگر علام نوبلا هستش در کتاب آقای بلادوری هستش، انصاب الاشراف در کتاب آقای ابن کثیر هستش. بهتون پاسخ میدیم اشاره بهتون پاسخ میدیم. یعنی شما به نظرتون روش صحیح عبادت در شب قدر این هست که قرآن رو بذاریم روی سرمون و بگیم الغوث الغوث خلصت من النار. انشاءالله بهتون پاسخ میدیم. خیلی متشکرم از تماستون. اتاق فرمان لطفاً تماس نگیرید چند دقیقه، اگر حالا وقت شد باز آخر سر دوباره تماس رو وصل میکنیم. از ابتدا شروع میکنیم. سوالی که پرسیدن شد مرتبط هست سوال اولمون با سوال آخرمون. از سمت راست شروع میکنیم. قرآن گذاشتن بر سر آیا دلیلی داره در این شبها به خصوص در شبهای قدر؟ در همین اول برنامه جناب آقای دکتر دین امر اشاره کردند، اشاره فرمودن بله. و همراهمون هست در ابتدای بله برنامه. فکر با این سال باز متوجه خود دکتر شده بود بهتر بود. خب پس سال دوم از شما میپرسم. سال اول رو سال دومشون همیشون گفتن چرا قبر دو خلیفه اول در واقع مکه مدینه هست، قبر خلیفه چهارم در کوفه. طبیعی است که خلفای راشدین خصوصا خلیفه اول و امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و عثمان ایشون در مدینه منوره بودن و حکومت در اونجا بود. اما بعد از فتنه زمان حضرت عثمان که به هر حال حضرت علی رو وادار شد که انتقال پیدا کنه به کوفه و به عراق و حضرت علی اونجا بودن و طبیعی بود که وقتی همونجا فوت کردن همونجا چیه دفن میشن. نا گفته نموند که اهل سنت و جماعت معمولا به این مسائل زیاد میخدمه. خدمت عرض کردم سابقا هم در یعنی قبل از این هم اشاره شد که ما به مکان و به حتی زمان و به افراد تقدیس نمیدیم مگر چیزی که چی قرآن بهش اشاره کرده باشه. یعنی ببینید ما کلا هیچ وقت یک اهل سنت نمیبینید که بگه که مثلا ریاض مقدس
مثل برادران شیعه که بگن مشهد مقدس یا قم مقدس. مقدس تقدیس، تقدیس یعنی که حتما میباید از جانب شریعت دلیل داشته باشه. درسته؟ پس اگر قدس مقدس است بنا به اشاره قرآن، اگر کعبه مقدس است مشرف است بنا به نص صریح که وجود داره و همچنین مدینه منوره رسول الله سلام که رسول الله اونو حرام گردانه، پس بنا به ادله ما اینو چیزایی داریم. طبیعی است که هر کسی هر جا فوت کنه همونجا هم چیه دفن میشه. پس اونجا که خلافت اسلامی انتقال پیدا کرد به کوفه، حضرت علی که در همونجا شهید شدن و همونجا هم چیه دفن شدن. نگفته نماند که اما اینکه حتما حضرت علی در اونجا باشه این خلاف است بین مورخین. و گفته شده و روایت هست که حضرت علی در اونجا دفن نیست، بلکه انتقال پیدا داده شده، شبانگاه حضرت حسن رو بلند کرده و در جای نامعلومی دفن کرده تا اینکه قبرش مورد عبادت و معبد واقع نشه. بله الان دو تا شده، تازه یه دونه تو مزار شریف هم، یه دونه قبر از علی از، یه دونه کوفه هم از، هر دو تا هم مردم میرن راز و نیاز میکنن. سال دومشون قرآن بر سر گذاشتن، هم سال در واقع آخرمون که آقا علی فکر کنم بود یا آقا حمید، هم سال اولیمون هم همین قضیه بود. آداب دعا موضوع پیچیده پوشیده ای نیست که ما بخوایم اختراعش کنیم. آداب دعا و دعا در زندگی مسلمان و در زندگی پیامبر و صحابه یکی از مهمترین بخش زندگی عبادیشون بود و در این زندگی عبادی ما اثری از قرآن بر سر گذاشتن مشاهده نمی کنیم. اگر این اتفاقی می افتاد در زندگی پیامبر صلی الله علیه و صحابه، خب به طور طبیعی وقتی دست بلند کردن برامون اومده قرآن بر سر گذاشتن هم می اومد. همونطوری که الفاظ دعای پیامبر صلی الله علیه و آله در موارد مختلف به ما انتقال پیدا کرده، ما دعای پیامبر مأثورات رو در کتابهای اختصاصی جمع آوری کردیم و همه در اختیارمون هست. دعا وقت خواب، دعا وقت بیداری، دعا در ابتدای نماز، دعا در خاتمه نماز، تشهد، دعا در رکوع، در سجود، یعنی ما کلن بحث دعا یک بخش عمده ای از آموزه های دینی هست. در ضمن اون چه که ما در آداب دعا ما منتقل شده چیزی به عنوان قرآن بر سر گذاشتن نیست. مراجعی که این دوست عزیز مطرح کرد، اولا که هیچ کدوم از اینا مرجع نبود، ثانیا که در هیچ کدوم از اینها مطلبی در این عنوان وجود نداره. کتب حدیثی اهل سنت معروف هست، نیاز نیست که از سیرار المعجم و معجم الزوائد مراجعه بشه. این نمیدونم به سیر اعلام النبلاء، اینا کتب رجال هست. معجم الزوائد هم کتابی هست اسمش با خودش هست، مال این مال هیثمی متأخر هست. کتاب حدیثی بنون مرجع اولیه نیست، این فقط کتاب به عنوان یک دانشنامه‌ای هست که تمام احادیث رو جمع کرده، ضعیف، صحیح، موضوع، نادرست، درست، فقط اسمش هم معجم هست، مثل کتاب لغت هست. بله. فقط شما میتونید از اون در بیارید که حدیث وجود داره. بله. با چه سندی، کی آورده، در چه کتابی، در آخر، در آخر میاره و میگه، بعد از این نیاز به تحقیق داره. و این کتاب هم بهترین مرجع شده برای کسانی که بخوان تومه خودشون در بیارن، چون همه چی درش هست. جمع شد همه، هر نوع حدیثی درش وجود داره، از موضوع جعلی بگیری تا حدیث صحیح و متواتر. اگر به قول شما اگر بود در واقع هیئت های دعا، در شکل های دعا از رسول الله علیه السلام از رسول الله علیه السلام، از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه السلام، از تابعین، از ائمه دین، به این صورت یک عملکرد فردی شاز که بخوایم ما استناد بهش بکنیم و اون رو فضیلت بدیم تا صبر و کلم و قرآن بذاریم، خب این که نشد. بله. سنت آقای رضایی گفتن که نیاز هست بعد از رسول الله علیه السلام در واقع وصی معصوم باشه. من مثلا متوجه نشدم چه ربطی به داستان حضرت سلیمان داشت. خودشون یک وصی برای حضرت سلیمان گذاشتن و بعد این وصی رو معصوم کردن که حضرت علی هم معصوم باشه برای رسول الله علیه السلام. و بعدم گفتم هر قوم در واقع قرآن شما در واقع انذار دهنده هستین و هر قومی یک هدایت در هدایتگر داره، پس این هدایتگر هم باید معصوم باشه. چه جواب میشه داد؟ آقای زیادی متوجه شدن درباره عصمت، اگه دیدین که بعد اینکه شما بیانات آقای دکتر و بیانات بنده رو براشون به هر حال به سمع ایشون رسوندین، ایشون به هر حال موندن اینکه
به هر حال اسمت برای تبلیغ دین هست. حالا دینم که قرآن گفته کامل شده، آیا چه نیازی هست وارد این حرف، وارد این معرکه نشدن؟ بله. عمل قول لكل قوم هاد، این در اصل که خداوند میفرماید که ما برای هر قوم یک هدایت دهنده رو فرستادیم، یعنی همچنان که برای اونا فرستادیم برای شما هم فرستادیم. چی فرستادیم؟ یعنی انبیاس. انبیاس، بله، اون انبیا بودن و رفتن. اگر چنانچه آیه ببینید، آیه رضایی بیان کردن که نیاز هست و این عصمت وجود داره و ادامه داره، اینا یعنی چی؟ یعنی رسالت هنوز پایان نیافته، درسته؟ یعنی پس ایشون ایمان به ختم نبوت ندارن دیگه. پس رسول الله صلی الله علیه و آله محمد خاتم الانبیا نبودن دیگه. پس معنیش اینه که هنوز افرادی بودن یا افرادی هستن که به هر حال اینا معصوم هستن و در دین دارن دخالت میکنن یا نه. به هر حال اگر ایشون معتقدن که دین کامل شده، که حتما معتقد هستن، که طبعا معتقدن ایشه، ببینید حتی خودشون هم به این در واقع اذعان کردن که بله، حتی اگر معصوم هم باشن چیزی کم و زیاد نمیکنن به این دین بخونه. کامل بله. شده. ببینید جناب استاد آقای زیایی، آقای رضایی، برادر من رضایی، خب دارن تحقیق کنن، اما متاسفانه اون چیزی که جلو به هر حال بصیرتشو گرفته یه تعصبی است که متاسفانه بر این به هر حال بزرگ شده بر همون اساس. بله. اینجاست که ایشون باید یک کم جرأت پیدا کنند و اعتماد بر خداوند عزوجل کنند، اصول رو با بینشش درست بسنجه و تا اینکه به یک واقعیت ها دست پیدا کنه. ببین آیات قرآنی تضاد وجود نداره درش، ایشون اون با اون اعتقاداتی که خودشون دارن و میتونه عرضه کنه برای قرآن و تسلیم اوامر قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله باشه که ناقلش هم طبعا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله هستن و غیر از اهل و شاگردان رسول هم هستن. آخه بله، متضادی نداریم که قبل از اینکه از بینندگان ما به هر حال فرمودن که حالا ما به جا گذاشتیم قرآن و آل بیت یا سنت، هر دو اینا یکی است. آخه آل بیت ناقل سنت رسول الله صلی الله علیه و آله هستن و هیچ عقلی هم قبول نمیکنه که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله که به ما رسیده فقط آل بیت دارن برامون نقل کردن، چون چیزی نیست، غیر ممکن اصلا. خیلی وقت نداریم سریعتر من سوال بعدی رو بپرسم. فکر میکنم من واقعا قلبا آقای رضایی رو واقعا دوست دارم. بله، تمام برنامه ها بله، که تماس میگیرن واقعا سوال میپرسن. اما یه نکته‌ای که وجود داره که همونطور که شما فرمودید، من روی سخنم با آقای رضایی عزیز است که الان امیدوارم منو ببینن، فکر نمی‌کنم این تعصب به نفع هیچ کس باشه. یعنی چون مشخصه تو اکثر موارد مشخصه که شما منطقا قبول میکنید مطلب رو، چون خیلی واضح قرآن اومده بیان کرده و خیلی واضح از سنت رسول الله علیه السلام مشخص هست. یعنی من گاهن دیدم خود آقای رضایی به شخصه، آقای رضایی میان حتی دور میزنن یک قضیه ای رو که حتی نفهمن، یعنی قبول نکنن بالاخره این در واقع این مشکل چیزی رو که متوجه شدن، چیزی رو که منطقا متوجه شدن رو دور میزنن، داستان سلیمان رو میارن یک چیز دیگه به داستان سلیمان اضافه میکنن که اون چیز واضحی که قرآن داره به ما میگه رو در واقع نپذیره. من دعا میکنم براشون، واقعا دعا میکنم، در نماز خودم براشون دعا میکنم که خداوند تعصب رو ازشون بگیره و ما و ایشون رو همون هدایت بده. دکتر زیایی، آقای محسن از ایران گفتن چرا شما چیزی که ایشون گفتن، چرا شما هر چیزی که ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب میگه رو قبول میکنید بدون چرون چرا اگر سنت داریم؟ هیچ احدی از اهل سنت این چنین منهجی رو نداره که بدون چون و چرا غیر از قول پیامبر صلی الله علیه و سلم رو قبول بکنه، بلکه عادت از ائمه ما، عادت امام ابو حنیفه رضی الله عنه روایت هست که میگن که هر انسانی قولش گرفته میشه و اخذ میشه. اگر حدیثی رو گفتم، اگر از کتاب الله قرآن سنت صحبت کردم، حرف منو بپذیرید الا به دیوار بزنید. امام مالک میگن کل رجل یؤخذ من قوله و یرد الى صاحب هذا القبر، هر انسانی قولش گرفته میشه و رد میشه میگه صاحب این قبر که پیامبر صلی الله علیه و آله. این گفته کلا تناسبی با منهج اهل سنت نداره. اما چرا ایشون و هم کیشان ایشون از
امام ابن تیمیه و امام محمود بن عبدالوهاب چرا اینقدر ناخرسند هستند؟ ناخرسندی به خاطر این هست که هر انسانی در زمانهای مختلف یک مسئولیت های یا بگیم یک تأثیرات خاصی رو میتونه داشته باشه بر حسب نیاز زمان. این دو بزرگواری که در دو مدت زمان با فاصله با هم وجود داشتن، امام ابن تیمیه که قرن هفتم هشتم هست و ایشون هم که قرن دوازده در واقع هجری میفته با فاصله زمانی، اینها در رد اهل بدعت تونستن قوی ترین استدلال و قوی ترین نوشته ها رو از خودشون بر جای بذارن و رد کردن اینها برای اینها خیلی دشوار هست. یعنی امام ابن تیمیه جزو نوابق تاریخ علمای اسلام هست که اشتباه میکنه مثل بقیه امام ها، شک نیست، ولی نابغه هست. در کل نابغه بودنش در استدلالش هست که اینها رو ساکت نمیتونه، کسی نمیتونه جواب منهاج السنه شو مثلا بده. خب اینها به خاطر به غیظ، یک نوع غیظی در دل دارن. یا امام محمد بن عبدالوهاب در ارتباط با توحید و بیان شرک وضاحت و صراحتی با استدلال به قرآن و سنت آورده که مثل شمشیر بران بر هر تفکر و اندیشه انحراف میتونه مؤثر باشه. به خاطر اینها مقداری تحملشون مشکل است. الان هم تحملشون مشکله، الان هم روزانه دارن به سمت زندان سوق میدن. چرا؟ چون استدلال کم میارن، چون دلیل ندارن، مجبورن که با حجت های مختلف و بهانه های مختلف زمانی زندان کنن و اعدامشون کنن. بله. فقط به خاطر توحید است. بله. به خاطر این بحث این نیست که ما اونها رو مقدس میدونیم، این چنین موضوع نیست، بلکه بحث اون هست که اونها تحمل نوشتن و نوشته ها و گفته های اونها رو ندارن به خاطر استدلال کتاب و سنت هست. در واقع نمیتونن، در واقع تحملش نداره، مجبورن دروغ هایی ببافن. یعنی فکر نمی کنم تو این کره خاکی یه نفر باشه که کسانی هستن که میگن اهل بیت بدون بیچون و چرا معصوم هستن و هر حرفی بزنن رو ما میگیریم و اصلا شک هم نداریم، تو اشتباه نمیکنن. ولی فکر میکنم یک نفر هم باشه که بگه یکی از علمای اهل سنت، یکی از امامان اهل سنت به این صورت باشن. چون فقط یک دقیقه وقت داریم، در مورد یک حدیث رو هم گفتن نجد. بله بله، قرن شیطان. بله، این حدیث اعتنا به این لفظ، بر لفظ دیگر که وجود داره حتی در صحیح هم هست، رسول الله هم در مدینه منوره وقتی که برای شام دعا کردن و برای یمن همچنین، وقتی گفتن نجد یا رسول الله، اشاره به شرق کردن، گفت از اینجا فتنه به پا میاد، از اینجا فتنه به پا میاد. علما ابن حجر عسقلانی رحمه الله که هر به عرار خودون برادر بشه اشاره کردن و همچنین از معاصرین شیخ آلبانی و دیگر به هر حال که در علم تخریج علاقه دست دارن، اینا اشاره کردن که منظور از نجد عراق هست و شرق، اشاره رسول الله سلام به طرف شرق گفت از اینجا فتنه میاد، از اینجا فتنه میاد و از اینجا فتنه میاد و تأکید کردن که فتنه از طرف شرق میاد. میدونید که برای امت اسلامی از همون دوران بعد از صدر اسلام تقریبا چند سال بعد تا امروز معمولا فتنه از طرف شرق اومده برای امت اسلامی و این مبدأش و معهدش عراق بوده. بله. و این گفتن یک معجزه است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اخبار داره که محل فتنه و نشوذ فتنه از کجاست، گفتن از عراق. خیلی متشکرم استاد، صحبت پایانی دارید که سوال من اینجاست که فرض کنید که نجد منظورشون همون نجدی باشه که امروز ما میگیم نجد، خب چه دلیلی هست که دقیقاً میاد روی همین شخصیت معین در تاریخ روز معین؟ خب واقعا شخصیت مختلفی داره. به هر حال استدلال ها این گونه روش استدلال هیچگاه نمیتونه حقایق دینی رو مکتوب نگه داره. ولی توصیه اخیر من این هست که در اصول دین اوانی دینی با این صغرا کبرا چیدن ها انسان دنبال بهانه نگرده. اصول دین در قرآن واضح صریح روشن هست و با این گونه استدلال های در هم شکسته نمیشه اصلی اصول دین رو ثابت کرد. بله، جزاك الله خیر. خیلی متشکرم دکتر مولوی عزیز و دکتر زیایی بسیار گرامی و شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با ما بودید. فراموش نکنید، تنبلی نکنید، این شبها به سرعت تمام میشه و پشیمانی میمونه اگر
استفاده نکنیم. دعوت میکنم که همین الان یا برید سراغ قرآن یا برید سراغ نماز تهجد و قیام، و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.